سلام به همه دوستان و عزیزان، الهام هستم، یه مادر مجرد با یه پسر 2 ساله. این چیزی که میخوام بهتون بگم چیزیه که مثل خوره توی وجودم رفته و منو داره اذیت میکنه و من نمیخوام دیگه سکوت کنم، میخوام صحبت کنم در این باره. من سال 2019 به دلیل یه سری مشکلاتی که تو ایران برای من به وجود اومد، من مجبور شدم که به صورت قاچاق زمینی مهاجرت کنم. قبل از اینکه به صورت قاچاق زمینی مهاجرت کنم، با 2 تا قاچاقبر ایرانی صحبت کردم. با یکی از قاچاقبرایی که صحبت کرده بودم قرار شدن که ایشون از آتن بیان ازمیر و منو پسرام ببرن. به اسم سامان طالب زیابری. ایشون، ما باشون هماهنگ کردیم و من رسیدم ازمیر. ایشون فقط یه سری فکرای شوم و خیلی بد داشتن در این مورد. اونجا من مورد تجاوز ایشون قرار گرفتم. تو اون صحنه پسر من بود و این موضوع منو داره خیلی آزار میده. من اونجا نمیتونستم سکوتم رو بشکنم، نمیتونستم پیش پلیس برم، چون اگه برمیگشتم پیش پلیس منو برمیگردون ایران و من اونجا یه عالمه مشکل داشتم، مجبور بودم که قاچاقی حرکت کنم. از یه طرفم هیچ جایی رو بلد نبودم و ایشون از این موضوع سوء استفاده کردن و از اعتماد من و این حرکت زشت و این رفتار زشت رو انجام دادن و من مجبور شدم رو به جلو برم با 1000 تا سختی. وقتی که ما 29/10/2019 ما رو از آبای با قایق قاچاقی ما رو از آبای یونان، خود یونانیا گرفتن و بردن وارد جزیره خیوس کردن. وقتی وارد جزیره خیوس شدیم، من حال روحی روانیم خیلی بد بود، خیلی بد بود. وقتی داخل اونجا شدم گفتم که من یه اتفاقی برام افتاده و میخوام صحبت کنم. به من گفتن نمیشه، بعد شما باید اول ثبت بشی و بعد جایگزین بشی، اون موقع باید بری یون و صحبت کنی. به من یه چادر دادن. من حتی جایی که زندگی کردم با پسرم و عکساشو میتونم براتون بفرستم ببینیم که ما چه جایی و کجا داشتیم زندگی میکردیم. من وقتی میگم حالم هم بد میشه، وقتی که من چادر گرفتم و چادر زدم اونجا و بعدش وارد یو این شدم که بخوام صحبت کنم، ایشون این قاچاقبر از طریق یکی از واسطه ها، دقیقا میشه گفت شب بود، من پسرمو گذاشته بودم توی خیمه، قرار بود رفتم که آب بیارم، چون تو آب اونجا آب نداشت، با تو جنگل زندگی میکردم، تو جنگل چادر زده بودیم و پسر من روبوده شد به مدت 5 سال. اون موقع که من به پلیسای یونان و اون پلیس کمپ رفتم بازگو کردم که یه همچین اتفاقی افتاده، به من گفتم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید 24 ساعت از این موضوع بگذره و اون موقع مشخص میشه که پسر شما دزدی شده و الان هیچ کار خاصی نمیتونیم برشون کنیم. و ما تا آخر نصف شب داشتیم تمام کانکسا و چادرا رو میگشت و پسر من توی کانکس آفریقایی پیدا شد، پسر 11 ماه من، و ترسیده و من باز اونجا مجبور به سکوت شدم برای اینکه جون پسرم تو خطر بود. بعد 5 ماه ما رو فرستادن وارد کشور یونان کردن و من همچنان حال روحی روانیم خیلی بدتر شد از قبل. اینجا به سوشال ورکرم گفتم که چه اتفاقی افتاده، اینجا هم بیان کردم که چه اتفاقی افتاده دیگه. برای من روانشناس، روانپزشک گرفتن و با یه سری قرصهای اختلال افسردگی و روانی به من دادن، یعنی در واقع باعث شد که سکوت منو بیشتر بکنه و من دیدم باز برای من کاری نمیکنه. حتی گفتم به سوشال ورکرم که بشه پلیس برم و یه گزارشنامه بنویسم. این آقا منو تهدید کرده بود تو کم، من اگه صحبت کردم ممکن منو تهدید کنه. گفت اگه بری پیش پلیس و پیش پلیس اطلاع بدی، ایشون تهدیدشو بیشتر میکنه و اگه به پلیس بگی، پلیس کار خاصی برای تو نمیتونه کنه. و من باز ناامید نشدم، رفتم پیش سازمان حمایت از زنان دیوتیما.
اونجا به وکیل دیوتونا گفتم که این اتفاق برای من افتاده و خواهش میکنم به من کمک کنید، من خیلی حالم بده، نمیتونم این قضیه رو برای خودم حلاجی کنم و قابل حل بشه. و وکیل به من گفت چون این اتفاق توی خاک ازمیر افتاده، تو خاک یونان نیفتاده، کشور یونان اینو پذیرا نیست و کمکت نمیکنه. گفتم اگه این آقا زنگ زده و ما رو تهدید کرده باشه چی؟ گفت خب زنگ زده به شما چی گفته؟ گفته من میکشم پسرتو، از دستت میگیرم، حواست به خودت باشه، ممکنه بیرون پسرتو دیگه نبینی، دیگه نداشته باشی. و گفتش که من یه گزارش نامه میرم پیش پلیس و یه گزارش نامه تهیه میکنم. و بعد از اون قضیه ایشون نه دیگه با من تماس گرفتن، نه گزارش نامه تهیه کردن، نه کمکی به من کردن. من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم تا یکی از دوستان توی گروه به من گفت تو میتونی از طریق رسانه صدا تو به همه دنیا برسونی که این اتفاق برای تو افتاده و هیچ کسی تو این کشور کمکت نکرده توی اونا و تو میتونی از این طریق کمک بگیری که هم قاچاقبر پیدا کنی، همین که خانمایی که مثل خودتن بیان و باهات صحبت کنن و یه تسکین دردی برای هم بشن. از همه کسایی که این اتفاق براشون افتاده دوست دارم بیان با من صحبت کنن و اینکه با هم هم درد شیم، یه تسکین دردی برای من بشه و کمک میخوام که بتونم به یه همچین آدم چی بگم، آدم بی خودی بفهمونم که من درسته یه زنم، درسته اون موقع شرایطم بد بود، درسته بچه داشتم، ولی اجازه نمیدم که تو هر کاری دلت میخواد با من کنی و اجازه نمیدم بر علیه هم خشونت اعمال بشه. من اجازه نمیدم کسی به من ظلم کنه یا اذیتم کنه. ازتون کمک میخوام و میخوام که کنارم باشی تا بتونم با این قضیه هم کنار بیام، هم بتونم پیداشون کنمش. ممنون.